دیوان عالی آمریکا در حال بررسی تقاضای وزارت دادگستری برای از سرگیری فرمان ممنوعیت ورود شهروندان ایران و 5 کشور دیگر به آمریکا است. شماری از ایرانیان مقیم دونالد ترامپ اعتراض کنند. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. یک گالری با دو هدف. عنوانش فراتر از دستور ترامپ علیه مهاجران، هنر مدرن ایران. 16 هنرمند از جمله شیرین نشاط و نیکی نجومی تعدادی از کارهایشان را اهدا کردند تا هم به فرمان ترامپ اعتراض کنند و هم درآمد فروش این آثار به فعالیت‌های کمپین حقوق بشر در ایران برسد. صاحب آمریکایی این محل از انگیزش برای برگزاری آن می‌گوید: اگر فرمان شرم‌آور ترامپ اجرا می‌شد، خیلی از این هنرمندان نمی‌تونستن به آمریکا بیان و ما از خلاقیت و ذوق این ایرانیان که بعضی شناخته شده ترین هاشون اینجا هستن محروم می‌شدیم. موفق شدیم هم کارهای جوان‌ترها رو به نمایش بگذاریم، هم قدیمی‌ترها رو. مجموعه خیلی غنیه. این گالری در طول تابستان برقرار خواهد بود، اما در همان دو روز اول نزدیک نیمی از آثار به فروش رفته. استقبالی که مدیر کمپین حقوق بشر در ایران و هنرمندان حاضر می‌گویند نشان از اراده جامعه ایرانی آمریکا برای مقابله با بی‌عدالتی‌های دولت ترامپ و نقض آزادی‌ها در ایران دارد. هنرمندان ایرانی که اکثرشون ساکن نیویورک هستند با سخاوت بسیار زیاد از این تلاش حمایت کردند، با اون همکاری کردند و کارهاشون رو که امروز می‌بینیم برای جامعه آمریکا در انظار عموم گذاشتن و همراه با اون ما می‌تونیم پیام خودمون رو که در دفاع از حقوق انسانی و کرامت انسانی تمام انسان‌ها چه در ایران و چه در آمریکا هست این بحث رو خیلی بیشتر باز کنیم. خوب بود که ما کاری انجام بدیم، نه ما، تمام آدمای دیگه‌ای که در این رابطه در آمریکا دارن زندگی میکنن در موقعیتی قرار گرفتن که بتونن یک حرکتی از خودشون نشون بدن که مهاجرین خارجی هستن که در آمریکا کار میکنن و سهیم هستن در ساخت آمریکا. همین نشان دادن حرکتی از خود در برابر ترامپ در سوی دیگر نیویورک با شکلی متفاوت، گرد همایی جمعی از ایرانیان در ساختمان شهرداری با هدف بنیان گذاشتن نهادی نو و تشویق هممیهنان به مشارکت بیشتر در امور اجتماعی و سیاسی آمریکا. توی این مراقبات انجام دادن فکر برگزار کردن البته صدا و موسیقی محسن نامجو. اولین بار خود منم به این فکر کردم که ما باید این مقدار حضور اجتماعیمون از این لحاظ قوی تر کنیم تا توی یک همچین بحرانایی که پیش میاد جامعه ایرانی بیشتر هوای همدیگر داشته باشن، یعنی در واقع بیشتر با هم در ارتباط باشن. هوای همراه داشتن و دفاع از حقوق اقلیت ایرانی در آمریکا، واکنشی سیاست دولت. بی بی سی نیویورک. رئیس